آمادگی اسدالله خالد در دفاع از تقلب با ابزار قوای نظامی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. دوستان عزیز، خبری را که برای شما به نشر می رسانیم نقل شده از صفحه رزاق مامون می باشد. از یک سو در دفاع از نظام تقلب گپ می زند، از سوی دیگر ادعای بی‌طرفی نیروهای امنیتی را مطرح می کند. اسدالله خالد هم به نل می زند و هم به میخ. اسدالله خالد نامزد وزیر وزارت دفاع ملی روز یک شنبه 3 قوس در یک نشست در کابل هشدار می دهد که هرگز اجازه نخواهد داد تا خشونت‌های برخواسته از یک بحران احتمالی انتخابات زندگی مردم را مختل سازد. به حواله شبکه طلوع نیوز، خالد که در نخستین نشست زنان نظامی در کابل سخن می زد، گفت که شماری از تشویش ها درباره این وجود دارند که انتخابات به بحران خواهد رفت. اما به گفته آقای خالد، در نخست سیاستگران اجازه ایجاد این بحران را نخواهند داد و در گام بعدی هرگاه احتمال رفتن انتخابات به بحران بیشتر شود، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور هرگز اجازه نخواهند داد تا هیچ خشونت زندگی مردمان کشور را مختل سازد. اما آقای اسدالله خالد رغم این تهدید و دفاع سرپوشیده از ادامه نظام متقلب ادعا کرد که نیروهای امنیتی بی‌طرفیشان را در روند انتخابات حفظ کردند و همچنان با گزارش از اسپوتنیک، واکنش دبیرکل سازمان ملل به کشته و زخمی شدن کارمندان یونما در کابل. ماموریت سازمان ملل در افغانستان در یک خبرنامه جان باختن یک کارمند این نهاد را در یک حمله در کابل تایید می‌کند. با گزارش اسپوتنیک، آنتونیو گوتریش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله بالای موتر حامل کارمندان یونما را به شدت محکوم می کند. در همین حال نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخلی کشور تایید کرد که در انفجار شب گذشته یک نفر جان باخته است و 5 نفر دیگر نیز زخمی شدند. با گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل آنتونیو گوتریش، از مقامهای افغانستان خواسته است تا مجرمان این حادثه را شناسایی و محاکمه کنند. در همین حال وزارت امور داخله گفته است که فرد حمله کننده پس از پرتاب بم از ساحه فرار کرده و تلاش ها برای دستگیری عاملان این رویداد آغاز شده است. قابل یادآوری است که پیش از این وزارت امور داخله افغانستان اعلام کرده بود که حوالی ساعت 6:20 شام امروز یک شنبه 3 قوس از اثر پرتاب بمب دستی بالای موتر حامل کارمندان سازمان ملل در افغانستان در مربوطات حوزه 9 امنیتی شهر کابل، یک کارمند خارجی این سازمان کشته، 5 غیر نظامی به شمول 2 کارمند افغانستانی یونما زخمی شدند. و همچنان خبر دیگر از اسپوتنیک، گفتگوهای صلح در چین محور دیدار سرپرست وزارت خارجه با سفیر چین در کابل. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با سفیر چین صبح امروز در کابل دیدار کرد. با گزارش اسپوتنیک، ادریس زمانی سرپرست وزارت امور خارجه صبح امروز با وانگ یو سفیر چین در کابل دیدار کرد. در این دیدار طرفین موضوعات پیرامون جزئیات گفتگوهای صلح بین الافغانی که قرار است در پکن برگزار شود بحث و گفتگو کردند. سرپرست وزارت خارجه از دولت چین به خاطر حمایت دوامدار آن کشور از روند صلح در افغانستان ابراز امتنان کرد. قابل یادآوری است که حکومت چین میزبان مذاکرات صلح میان طالبان و حکومت افغانستان خواهد بود. دولت افغانستان نیز میگوید که هیئتی را برای شرکت در این نشست ایجاد کرده است، اما تاکنون زمان برگزاری آن مشخص نشده است.
همچنان به گزارش دیگر از اسپوتنیک، هشدار نورستانی به نامزدان معترض، اجازه تفتیش به بازشماری آرا را بدهید. مسئولان در کمیسیون مستقل انتخابات می گویند که مشکل موجود در روند بازشماری تفتیش آرای انتخابات در چندین ولایت کشور هنوز هم ادامه دارد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از افق، بعد از آغاز تفتیش و بازشماری آرا چند روز گذشته طرفداران تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در 7 ولایت دروازه های دفاتر صاحبی کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کردند و اجازه بازشماری آرا را نمی دهند. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از نامزدان و حامیانشان خواسته است که با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کنند و اجازه بازشماری آرای باقی مانده را به کمیسیون بدهند. هرچند که مجلس سنا از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته است که نتایج ابتدایی انتخابات را باید در 6 ماه میزان اعلام کند. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که به دلیل مزاحمت های ایجاد شده در این زمینه کندی به بار آمده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 ماه میزان برگزار شد و اعلام نتایج ابتدایی آن بیشتر از 2.5 ماه می شود که با تأخیر افتاده است. و همچنان خبر دیگر از خبرگزاری افق. شرکت NTC به دلیل قطع درختان جاده فرودگاه کابل بیش از 5 میلیون افغانی جریمه پرداخت. شهرداری کابل اعلام کرده است که شرکت NTC به علت قطع درختان جاده میدان هوایی کابل 5.76 میلیون افغانی جبران خساره پرداخت کرده است. این اداره امروز دوشنبه 4 قوس در اعلامیه گفته است که شرکت امنیتی NTC بدون امانگی در 4 سنبله 24 اسلحه درخت نو ناجو را در مربوطات ناحیه های 9 و 10 شهر کابل قطع کرده که اخیراً شرکت متخلف 5,760,000 افغانی جریمه پرداخت کرده است. شهرداری گفته است که شهرداری کابل به دنبال قطع 24 اسلحه درخت از سوی این شرکت امنیتی موضوع را پیگیری کرده است تا شرکت متخلف مجبور به پرداخت جریمه گردد. در اعلامیه آمده است که شهرداری کابل قانون را بالای همه به طور یکسان در صدر برنامه های خود قرار داده است تا از تخلفات شهری مشابه جلوگیری شود. پیش از این شهرداری کابل در 7 سنبله گفته بود که شرکت NTC که قراردادهای نصب کمره‌های امنیتی را به پیش می‌برد 24 اسلحه درخت ناجو را در سرک میدان هوایی کابل قطع کرده است. و همچنان به گزارش دیگری از اسپوتنیک، هشدار کمیسیون اگر 7 دفتر ولایتی باز نشوند نتیجه انتخابات اعلام نخواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که 7 دفتر ولایتی این کمیسیون باز نشود نتیجه انتخابات را اعلام نخواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک به نقل از تولو نیوز، کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که تا هنگامی که 7 دفتر ولایتی این کمیسیون از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله بسته شدند باز نشود، این نهاد حاضر نیست که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که دسته ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله در ولایت فاریاب، سرپل، جوزجان، بدخشان، پنجشیر، بغلان و تخار دفترهای این نهاد را در اعتراض به بازشماری آرا بستند. معاون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از پایان رسیدن روند بازشماری درباره ابطال آرا تصمیم خواهد گرفتند. اسمت الله مل در این باره اظهار داشت اگر نتایج همین 24 ولایت امراه ما می بود، امید بود که در 1 یا 2 روز روند قانونی را طی کنیم و نتایج نخستین را اعلام کنیم.
در همین حال دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید تا زمانی که خواستهای قانونی همه نامزدان انتخابات ریاست جمهوری درباره ابطال آرای بایومتریک ناشده پذیرفته نشود، دفترهای این نهاد باز نخواهد شد. دوستان عزیز، از این که تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، بدرود.